at Shirley Oaks Children's Home near Croydon. شوک ناشی از افشای گزارش هولناک سوء استفاده و اعمال منافی عفت علیه 2000 نفر از آسیب پذیرترین کودکان در خانه های امن شهرداری لمبث در جنوب لندن به جامعه انگلیس. پرونده‌ای که ابعاد هولناک آن رسانه‌های این کشور را به پرداختن به آن واداشت. وضعیتی که گفته می شود در شماری از 2300 مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در این کشور رایج بوده است. فکر می کردم کثیفم، از خودم شرم می کردم، احساس تنهایی می کردم چون کسی به حرفم درباره سوء استفاده ها گوش نمی کرد. هیچ وقت نگفتن بلایی که بر سرم آوردند غلط بود. بر اساس گزارش گروه بررسی مستقل درباره آزار جنسی کودکان در سازمان‌ها و نهادهای گوناگون در انگلیس که در پی سال‌ها پیگیری قربانیان افشا شد، فقط در خانه‌های امن شهرداری لمبث 177 نفر به سوء استفاده از کودکان نگهداری شده در خانگی شرلی اوکس این شهرداری در منطقه کرایدون متهمند. خاطره من از شرلی اوکس ستم و آزاره، موضوعی که تا امروز زندگی منو ویران کرده. مدام اون خاطرات دردناک آزار جنسی و کتک خوردن در ذهنمه. آثار اون شکنجه هنوز منو آزار میده. بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه‌های انگلیس، اعضای شورای شهر محله لمبث، مسئولان نگهداری از کودکان در خانه‌های امن شهرداری و نیروهای پلیس در سوء استفاده از کودکان نقش داشتند و دست کم چشمان خود را بر این جنایات بسته بودند. سوء استفاده جنسی از کودکان نباید موضوع عادی باشه، اما در خانه‌های نگهداری از کودکان در شهرداری جنوب لندن عادی شده بود. هنوز خاطرات اون رفتارهای ضد اخلاقی با منه. شبها کابوس می‌بینم و از خواب می‌پرم. شماری از قربانیان اعمال منافی عفت دست به خودکشی زدند، از جمله پیتر دیویس 15 ساله که اسناد مربوط به مرگش در سال 2003 به مدت 100 سال محرمانه اعلام و به گفته دوستانش علت مرگش لاپوشانی شد. خیلی از قربانیان در خانه های شهرداری خودشونو کشتن. من خودم دست به خودکشی زدم، اما مرا نجات دادند و چون در کما بودم مدت ها در بخش مراقبت های ویژه بستری شدم. در این بررسی 705 نفر از کودکانی که قبلا در خانه‌های امن شهرداری لمبث مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، اطلاعات خود را در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، از 177 آزاردهنده کودکان در خانه شرلی اوکس فقط 3 نفر محاکمه و محکوم شدند. قربانیان این ماجرا معتقدند شهرداری‌ها، پلیس و دولت همگی در این ماجرا کوتاهی و فسادها را پنهان کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.